با به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان در افغانستان نه تنها شیعیان افغانی نگران آینده خود در این کشور هستند بلکه افغانستانی های مقیم دیگر کشورها از وضعیت خانواده نزدیکان و دیگر شیعیان این کشور به شدت نگرانند در همین راستا طلاب افغانستانی که در شهر مقدس نجاف در عراق تحصیل می کنند نیز نگران خانواده های خود در مناطق هزار نشین افغانستان هستند. همکار عملیت برای گزارش می دهد. خبرگزاری فرانسه در نوشتاری به وضعیت فعلی شیعیان هزاره در افغانستان پرداخته است. سونی های تندرو طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 که قدرت را در افغانستان به دست داشتند جنایت های زیادی علیه شیعیان هزاره مرتکب شدند که بیم آن میرود رود این اقدامات دوباره تکرار شود هرچند تا کنون که یک ماه از به قدرت رسیدن طالبان گذشته این گروه تلاش کرده اعتماد جامعه هزاره را به دست آورد با این حال و با سابقه تاریک طالبان هزاره ها به این گروه اعتماد ندارند چه اینکه گزارش هایی در مورد تخریب تندیس شهید عبدالعلی مزاری نیز مخابره شد که نهایتا طالبان این تخریب را به گردن نگرفت طلبه های افغانستان که از دهه پیش برای تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمی شهر مقدس نجف شدن نیز نمیتوانند نگرانی خود را از وضعیت خانواده و نزدیکان خود در افغانستان پنهان کنند. آنها نگران تکرار کشتارهای دهه نود در مناطق هزار نشین هستند. شیخ علی بسیر پنجاه یک ساله که یکی از این طلاب است میگوید من دوست دارم به کشورم بازگردم و علوم دینی را به مردم خودم منتقل کنم. اما با وضعیت فعلی نمیدانم امنیت در افغانستان پایدار خواهد بود یا نه با این حال بسیاری از طلاب هزاره میگویند دوست دارند خانواده خود را از افغانستان خارج کرده و به شهر مقدس نجف بیاورند بسیاری از آنان که عربی را بسیار خوب صحبت می کنند نجف را شهری آرام امن و مقدس می دانند و دوست دارند با خانواده خود در این شهر زندگی کنند